نمیشه یه مثل جنه چیزی بزنی خالی نه من این خالیه. نه من این خالیه. تخت شکاف کنم. خدا. تو خالت چی حالش بد شده؟ خالت شکاف کنم. نه حالش بد نمیشه. شما یه چند دقیقه منتظر باشید. تخت خالی کنم. مریضو بفرستم. بخش بعد شما بیاد تخت بشین. دیگه چیکار کنم؟ فعلا بالا سر مریض باشه. خب اعتماد رو بیشتر کنه شد بخواد. ببین من. بیمارستان فیروزآبادی قدیمی در واقع در حدود سالهای دهه 20 هجری شمسی پایه‌گذاری شده و در واقع این بیمارستان یکی از اولین بیمارستان‌های تهران محسوب میشه. ما تو 10 سال گذشته در حال ساخت یک بیمارستان جدید برای توسعه یک بیمارستان قدیمی هستیم. حالا که ظرفیت بیمارستان قدیمی به خاطر افزایش تعداد بیمارای کرونایی پر شده، از ما خواستن که سریع 2 طبقه از ساختمان جدید رو برای درمان بیمارای کرونایی آماده کنیم. ما اسم این 2 طبقه رو گذاشیم جانپناه. قولی که دادیم 20 روز وقت داریم. 20 روز زمان خوبیه، باز میگه نمیرسیم. تو اگه این حرفا بزنی از دیگران چه اندازه من باید داشته باشم؟ اصلا حرفای مایوس کننده، فکرای مایوس کننده، نمیشه، مشکل داریم، گیریم، خودت حلش نکنی اون کار انجام نمیشه. زیاده مهندس، کار زیاده. معلومه که کار زیاده. اگه کار کم بود، اگه شل بود، اگه یواش بود، اگه راحت بود، دیگه نیاز به من و شما نبود. چشم خالی فایده نداره. بذار جمعش کنیم، فردا معلوم نیست. من برشم آماده است، من حالم آماده است. فردا اومدی معلوم نیست خاک اینجا. فقط مهندس جازی یه لطفی بکنه، یه کارگر دوتا بده. نیلشو بگو بیاره، خودشو نمیخواد بیاری جلو. خب، بریم بریم داخل چه خبره؟ آقا یکم دیگه مونده مهندس، هیچی نمونده. کدوم دیگه مونده؟ مزمون چیه؟ آقا ببین، اگه شما یه حرفی بزنی، یه قولی بدی، بعد عمل نکنی، من رو قول شما فرضاً با پیمانکار دیگه هم هماهنگ می‌کنم که فلان ساعت فلان جا فلان اکیپ بیاد، الان نمیتونه بیاد. هیچی که خب منم دوباره به مشکل می‌خورم. سمورو بهش بگو اگه نیاری اکیپ جدید میارم کارو میدم دستمون. تموم شد رفت. دیگه بحث الکی می‌کنی چرا؟ یکی دیگه رو گیر بیار. خواهش میکنم هر چی میتونه واقعا نیروی انسانی نمیاد کمک کنه مهندس، هر کی هر کجا میتونه بیاره بیاره. اول چی اینجا نمیاد مهندس کنه؟ چی شد الان نتیجه نگرفتیم چیکار باید بگیم؟ نمیتونیم واقعا نمیگم اینا رو سعی نمی کنه مهندس. اکثر آدما 100% اولین به اون خیلی وضعمون خطرناکه. طبقه اول بلوک ای و بی 50% عقب. هیچ معنی نمیدید اینا رو از این سازی سخت بازه بهش عقبیم، نصب در اتاقا عقبیم، پوشش و تیپ و بتونه سخت کازه طبقه اول 34% عقبیم. محل دوره داره بگیم نمیشه یه آیتون 100% عقب باشه بده دوام باشه میرسیم و نمیرسیم واقعا ما برای همون میره. نمیشه اینو از لیست حذف کنیم، کاری نداره، یه بیمارستان دیگر جایگزین.
الان هم اینجا نشستیم دیگه کسی دیگه نمونده دیگه. آقا کل اوغلای قوم ما شما این مسئول اجرایی، نمیدونم مدیران، نمیدونم پیمانکار، دیگه کی بگیم بیاد؟ شهرستان شهر ری و حومه اون از نظر اقتصادی نسبت به بقیه مناطق تهران محرومتر هستند و این باعث میشه که اکثر مردمی که از بیمارستان استفاده میکنن از قشر کم بضاعت جامعه باشن. فکر میکنم اگه بیمارستان جدید ساخته بشه و راه بیفته خدمت بزرگی به مردم این منطقه محروم هستش. کرونا متولد شده و حالا هستش. حالا که هست چیکار میتونیم بکنیم؟ میتونیم بریم بشینیم خونه هامون؟ اگه همه برن بشینن خونه شون بیمارستان تعطیل میشه، آتش نشانی تعطیل میشه، پلیس تعطیل میشه، اصلا نمیشه، شهر به هرج و مرج میفته. من احساس میکنم که ما یه زندگی جدیدی حتی با یه پوشش جدید، با یه رسم جدید رو باید آغاز کنیم. اونم زندگی در شرایط کروناست. من نمیتونم مریضی که از در میاد رو نپذیرم. ما با این اوضاعی که داره پیش میره من بعید میدونم اصلا امسال بتونیم از بحران کرونا خارج بشیم. همه بیمارستان ها پر اشباه. خود ما الان برای اینکه یه دونه مریض مثلا آشنا معرفی میشه بیاریمش توی ICU ممکنه دو روز سه روز مجبور شیم توی اورژانس نگهش داریم. برای ما ناگزیریم، ناچاریم به این که اونجا رو دست به دست هم بدیم سریع به نتیجه برسونیمش. به سر ساختمون جدید و هرش تغییر بود. از اساس چیز بود. من ده دفعه گفتم مثل این میمونه شما یه خانم باردار رو بگیر پول بهت میدم سه ماهه بذار. سه ماهه بچه نه ماهه بذار. خب نمیشه، یه زمانی لازم داره. آخه مسئله اینه که فرصی وجود داره. من نمیخوام یه چیز کنم ولی اگه یه نگاهی به دست چپ تو دست راست تو بندازی من با بلا هم بکنم. تمام مریضا دکتر از این مسیر بیان برای تختاشون از آنسان میتونید اینجا باید باز بسنید. بیمارم رو درمان کنم. خب شما مجبورید اینجا رو بکنید، بنابراین باید یه تعادلی بین این دوتا به وجود بیاد. این تعادل هم توی توافقاتیه که به صورت زمانبندی درست ما با هم دیگه انجام میدیم. یکی از مشکلات بزرگی که ما با اون مواجه هستیم اینه که ساختمون‌های بیمارستان نزدیک کارگاه ماست. شهروز امروز تموم بشه. بتونش امروز بریم. کارکنای بیمارستان دائم دارن از کنار ما رد میشن. این باعث شده تعدادی از کارگرا بترسن و دیگه نمیخوان اینجا کار کنن. Oh, my God.
به شدت آدم ناراحت میشه که جون یک سری انسان داره از دست میره. خانواده هایی هستن که دارن از هم فرو میپاشن، بچه هایی هستن که دارن یتیم میشن. این یه فاجعه خیلی بزرگه. راحت داری میگی خواب موندم؟ آقا چرا خواب موندی؟ ساعت 7:30 ساعت کاریه، نباید خواب بمونی. تو چرا 8:30 باید بیای کار کنی؟ اینجوری میخوای کار کنی؟ نیا یه راست برو پیش یوسفی تصفیه کن. اصلا نمیخوام اینجوری کار کردن. برو پیش یوسفی تصفیه کن. خداحافظ. اسکول فرض میکنم. به من میگن آمار 14 نفره. بعد دیروز گذاشتیم که شک کردیم، آمار گرفتیم، میبینیم که 6 نفره. نیستم مهندس، نیستم. مثلا این قضیه من الان سردردم شدم. بحث من اینه همین نیروهایی که داریم نرن. همه چی داره میرزه به هم مهندس. من از شرایط مارم درک کن خواهشم. قربونت برم. تو برای من 10 تا کارگر جور کن، پیدا کن، بیار. من 1 تومن فقط همون اولش به خودت میدم. نه. به خدا جدی میگم، من شوخی نکردم من. فقط خواهشم لنگم نذاره. حتی شده 1، 2 تا، 3 تا، هر چقدر میتونی. مشکلی نیست، من زنگ میزنم، بچه ها را از درست نکنم. جان مهندس، جان من میدونم، دنبال کارگر مهندس. آقا کسی برای میره بیمارستان کار کنه؟ بیمارستان شهره ره. نه، همون چی ببین، جلو میری تبتو میگیرن. بعد تونل حتی سامانی بوره پاش داره از اون ضد عفونی ها. بعد روزی دو تا ماسک میدن. بعد دوباره بعضی ما حتی ماهی دوباره هم آزمایش خون میگیرن. 6 تاشون رو آوردم، بعد بردم کارما رو بهشون نشون دادم، همه چی وسایل اینا رو بهشون نشون دادم، گفتم ما اینجا رو شروع میکنید. اومدم دفتر، رفتم دیدم همشون در رفتن. زنگم زدم گفت نه ما کار نمیکنیم. چه خبر؟ سلامتی مهندس. آمار نفرات رو نمیدی؟ بفهم. 74 نفر که؟ یه سریاشون تیک زده نیستن، باید کم کنی، همون تعداد چی نیست؟ میگه تازه میادم، میگه من یه روز دو روز میام، بیشتر نمیام، میاد میگه بیاد میام. خب اون دیگه بیارزگی شما، شما رو یه بیمان، یه نیروی برده بیار که بمونه. بیمارستان اول و آخر باید ساخته بشه، باید در ساخته اون بشه. تاریخی هم که اعلام شده باید تحویل بشه. حالا از آسمون سنگ هم میباره باید تحویل بشه. خب وقتی چه نمیاد؟ اگر نیرو نمیتونی روز بیاری شب نگرشون دار کار کنم. به من ربطی نداره، مشکل شماست. اینکه بالاخره حالا فرض کن دادی یه خیر کردی. کی؟ بابا دیرو تکمیلی درست کرده آورد داد. دست ما برای چی؟ اینم چند بخشی هم که از بخشی آسید آیسیو تصدیل کردیم. من الان تکمیل شدم، فکر می‌کنم اگر اینکه ادامه بکنه مشکل همچنان بیشتر خواهد شد. الان آمار خیلی بالا رفته، هر 8 دقیقه یه نفر می‌میره.
خوشحالی داریم میریم پار؟ اگه سرسر سوارشم. بله؟ اگه سرسر سوارشم. آره دیگه امروز روز پدر پسریه دیگه. داره تو سرشو. خیلی متشکرم که منو با اسب مقایسه کردی. خونه برای من مثل پناهگاه میمونه، مثل یک چشمه آرامش میمونه، جایی هستش که میتونم وقتی که بسیار بسیار خسته و کم انرژی شدم در اونجا نیرو بگیرم، شارژ بشم. وصلن به محل کارشون، همه جوره حواسشون به اونجا. بله خب حالا سعی میکنن کنار ما هم باشن. سعی میکردیم یه جورایی دلگرمی بهشون بدیم که درست میشه و میتونید و بالاخره بهشون یه استرس مضاعف نباشه. روزایی بوده که واقعا ما هم خسته میشدیم، یعنی زمانایی که مثلا دیر میومدن و اینها، واقعا با بالاخره بچه کوچیک و اینها واقعا موقع فقط پدر رو نیاز داریم بچه، یعنی انگار مادر کفایت نمی کنه. هر روز کار زیاد کار میکنه، بعضی وقتا هم روز همین خونه دیر میاد. یعنی زندگی ما یه جورایی عجین شده با پروژه فیروز آبادی. داریم روز شماری میکنیم که این پروژه انشالله به زودی به سرانجام برسه. وح من سکسگی دارم. شما بشنم اوجگیری شمار مبتلایان و فوتی‌های کرونا، اعالیت تمام مشاغل غیر ضروری در 25 مرکز استان از جمله تهران به طور کلی تعطیل شدند و قوانین منع رفت و آمد نیز اجرا خواهد شد. سلام من سیادو فکر کنم اشتباه کرده، یعنی من مردم الان. خدا نکنه دشمنت به میره مهندس. ما ماهی یه بار از تمام کارگران و کارمندان تست کرونا میگیریم. زگی تعداد تستامون هم بیشتر شده و برای انجام مداوم تستام خیلی سخت گیری میکنیم. توی این بیمارستان دیروز 13 نفر فوتی داشتیم. 5 نفرم تو آمبولانس، یعنی نرسیده اینجا فوت کرده بود. 20 نفر آدم دارن کار میکنن، یکی آلوده بشه. دکتر خیلی مصر بود، گفتش اصلا نید صد درسته. بیا، من کارو ندارم. خدا سیزه مصفش. پر کن، اتاق مهندس خالقی، اتاق مهندس حسینی، حسابداری و کامل کامل ضدعفونی کن. کلن رو زمین هم بزن. صندلی بیشتر بزن. خبر تست مثبت مهندس خالقی باعث اضطراب و ترس پرسنل شد. بعضی ها میخواستن کارگاه بسته بشه، بعضی ها میخواستن کارگاه رو ترک کنن. اینا همه فشار خیلی زیادی رو من آورده. جون و سلامتی آدم و اینجا هم با شما. یا الان بچه ها نگران هم هست. الان بچه ها همه نگران. ما الان تو شرایط خاصی هستیم. شما هم خود میدونیم. نه دیگه، شغل ما این نیست که من هست. شغل ما که این نیست. تو شرایط کرونا هم حتما باید بیاییم سر کار. آقا به فکر کار باشین، به فکر پروژه باشین، به فکر مردمی باشین که الان معطل منتظر شما. فقط کار نیستا، مسئولیت آدمای مریض این مملکت هم هستن. آه. الان داریم سعی میکنیم شرایطی رو فراهم کنیم که زودتر تحویل بدیم مریضا استفاده کنن.
یه وقتایی پیش میاد که من مجبورم به سیستم خیلی فشار بیارم. این باعث ایجاد کنتاکت میشه. کارفرما که کلن همیشه ناراضیه. تو محیط کار بچه ها ناراضی میشن. تو خونه همه خسته و ناراحتن. یه وقتایی دیگه واقعا کم میارم. بگو تونتون بکنه، هنوز که جسد نیومدن. به محض اینکه چیزی اومد سریع راه باز کنید. چاره ای نیست، باید این کارو بکنه. بده این فنسا رو بردارن، اینجا یه رم براشون درست کن. سریع. حسن موازه باش، مریض رکی. حسن وایسا، حسن نزن. آقا مرادی، روشنایی اینجا رو تأمین کن. یه سری دیدم، یه دست کن. اینا رو بگو بردارم. یکی عرض این تخته رو اندازه بزنه. یه متر که نیست. یه متر اینجا باز بزنیم. هیچ راهی نداری، باید این کارو بکنیم. تمام شدن جانپناه به مو بنده. کارگر با تی بیار اینجا رو کلن تی بکشه. شدت همه همکارای ما در حال تلاش هستن که همه بتونیم زودتر بیمارستان رو قابل استفاده کنیم برای بیماری کرونایی. تحویل بیمارستان حداقل 2 ماه، یعنی 2 ماه ما باید باشیم، نه که شما اینطوری بیان توش. الان ببینید آسانسور زمان میبره سرویس بشه. نه امروز افتتاحیه جانپناهه. از رسانه ها اومدن، فرماندار، مدیران شهری، مدیرای بیمارستان، همه اینجا هستن. یه جورایی باورم نمیشه که اینجا رو تونستیم به موقع تحویل بدیم. من مسئولی هستم. نه، یکیشون داره. آماده شدن جانپناه حاصل زحمات شبانه روزی بچه ها بوده. ما تونستیم یک کار 3 ماهه رو در عرض 20 روز انجام بدیم.